ویسی همکارم هم از استوری دیگر ما در واشنگتن حالا به ما میپیونده تا بیشتر صحبت بکنیم اما مراد با چه درایتی چنین تصمیمی رو گرفته خامنه یعنی خب به حال یک مزیتی باید براش داشته باشه الان در این شرایط چه فایده ای داشته به نظرم براشون مزیتی نداشت ولی گیر کرده بودن چون اسرائیل هنیه رو زده بود نصرالله رو زده بود نیل رو زده بود مدام طرفدارای جمهوری اسلامی بهش فشار می آوردن تو قول داده بودی جواب بدی و باید جواب بدی خامنه ای دلش نمیخواست که این کارو بکنه چون میدونه که بعدش چه اتفاقی براش میفته خامنه ای دوست داشت جنگ و به شکل نیابتی از طریق حزب الله حماس ادامه بده ولی اسرائیل داشت تلاش میکرد بکشوندش جنگ کلاسیک و بالاخره خامنه ای افتاد توی تله جنگ و به نظرم اتفاقاتی که در روزهای آینده خواهد افتاد از اون چیزی که امروز اتفاق افتاد و امشب بسیار بسیار متفاوتتر و مهیبتر خواهد بود جنگ اسرائیل و حزب الله رخ داد الان جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل هم رخ داده و به احتمال زیاد اگر اسرائیل حمله بکنه به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی و تاسیسات انرژی اینها جمهوری اسلامی گفته جواب میده این یعنی جنگ کامل اسرائیل و جمهوری اسلامی و اگر جنگ کامل جمهوری اسلامی و اسرائیل شروع بشه به احتمال بسیار زیاد جنگ سوم هم رخ خواهد داد یعنی جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل و لحن آمریکایی ها کاملا متفاوته و نوع حملاتی که اسرائیلی ها و آمریکایی ها به نظرم در آینده خواهند کرد برای ضربه زدن دیگه نیست برای خل اراده جمهوری اسلامی در ادامه بازیه و چون این حملاتی متاسفانه بسیار بسیار مهیب خواهد بود اما در راجع به این موشکی که استفاده کرد جمهوری اسلامی که میگه برای اولین بار از موشک هایپر سونیک استفاده کرده چرا از چنین تجهیزات سنگینی استفاده شده به نسبت حمله قبل؟ چون میخواستن خیلی سریع به اسرائیل برسن از موشک‌های های فتا، اماد و قدر استفاده کردن که هولوش ده دقیقه به اسرائیل میرسن و چون پنج برابر صد، پنج ماخ سرعتشون هست هدف قرار دادنشون هم دشوار میشه در واقع دلیل نظامی داشته که این دفعه میخواستن ظرف ده دقیقه موشک‌ها به اسرائیل برسه اما مراد کمی هم راجع به این صحبت بکنیم که ایالات متحده مشخصا در چه سطحی اگر اسرائیل بخواد حملاتی علیه جمهوری اسلامی انجام بده آمریکا تا چه حد مداخله خواهد کرد واکنشش تنها دفاعی خواهد بود از اسرائیل یا نه در فکر میکنه عملیات ام... ام... تهاجمی احتمالی هم نقش خواهد داشت فکر میکنم عملیات تهاجمی خواهد بود بعد از اینی که اسرائیل که گفتن حمله میکنیم حمله بکنه که احتمالاً به مقرهای سپاه تأسیسات اتمی و نیروگاه و پالایشگاه خودشون گفتن حمله میکنن و احتمالا امشب یا شبهای بعد مقر کتایب ازبالله و سید شهده در عراق هم بمباران میکنن احتمال داره از فرمانده های عشد بکشن یا از فرمانده های جمهوری اسلامی مثل همون حملاتی که به هزبالله کردن جمهوری اسلامی وعده داده به اینا جواب میده و بعد در حمله دوم اسرائیلیا به نظرم اونجا آمریکایی ها شرکت خواهند کرد اگه در حمله اول شرکت نکنند و چون هدف اینه که جمهوری اسلامی دیگه به حملاتش ادامه نده و خل اراده بشه و رو ببره بالا همونجور که عرض کردم متاسفانه پیش بینی من اینه که حملات بسیار بسیار مهیب و غیر قابل پیش بینی بوده چیزی که تا حالا اصلا کسی تصورش رو نمی‌کرده ما این که میگی جمهوری اسلامی بخواد تسلیم بشه چیزی نیست که ما تو صحبتاشون در این مرحله ببینیم هر حرفی که میزنند مبنی بر اینه که اگر اسرائیل کوچکترین پاسخی به حمله ما بده پاسخ ما شدیدتر خواهد بود جمهوری اسلامی در این مرحله جواب میده ولی در مراحل آینده به نظرم تملات اونا طوری تنظیم میکنن که جمهوری اسلامی ادامه نده جمهوری اسلامی نمیاد بگه من تسلیم شدم ولی شدت حملات رو اگر ادامه بده طوری براش میبرن بالا که به لحاظ عملی دیگه قادر به ادامه دادن نباشه چون فکر میکنه بعد از اون دیگه بقاش به خطر میفته من تصورم اینه بازم میگم تلخه متاسفم که جمهوری اسلامی کشور ایران و مردم ایران رو در این شرایط قرار داده ولی من فکر میکنم اگر جنگ مغلوبه بشه و جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی تبدیل بشه به جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها چیزی مثل بعد از عراق 1991 رو بر سر جمهوری اسلامی میارن یعنی به حدی زیر ساختاشو میزنن که جمهوری اسلامی دیگه توان ادامه دادن نداشته باشه اما مارد کمی هم خیلی کوتاه از دولت رئیسی بگیم چقدر فکر میکنی که اینجا جایی که دیپلماسی و میدان همدلن دولت پزشکان فکر میکنم. میکنم پزشکیان کاره ای نیست پزشکان در این معادله کاره ای نیست تصمیم گیرنده سپا و خامنه ایه. درسته که تصمیمات از شورای عالی امنیت ملی میره پیش خامنه ای از خامنه ای میره ستاد کل ستاد کل به نیروهای دیگه میگه عمل کنن ولی تصمیم گیرنده اصلی سپاه و خامنه ای و پزشکیان اصولا خودش و وزیر خارجش کاره ای نیستن سپاسگزارم از تو همکارم مراد ویسی از استودیوی ما در واشنگتن ما را همراهی کرد